یو چطور این بچه من تپلیزم و خیلی خوش اومدید به یه پارت جدید از بازی هارتس آف آیرون. بچه توی ویدیوی قبلی هارتس آف آیرون جنگ آذربایجان و ایران رو ما شبیه سازی کردیم. در ابتدا آذربایجان به ارمنستان حمله کرد برای پس گرفتن این مناطق و در نهایت ایران به واسطه گارانتی که ارمنستان رو کرده بود وارد جنگ شد و خب در نهایت آذربایجان شکست خورد و یک سری از مناطقش رو از دست داد. ولی بچه توی این ویدیو اوضاع فرق میکنه. توی این ویدیو قراره که با آذربایجان بدیم، به ارمنستان حمله کنیم، این مناطق رو پس بگیریم و با ایران هم مقابله کنیم. یعنی ببینیم میتونیم جلوش وایسیم یا نه. بچه من توی ویدیو قبلی با تمام قوا به آذربایجان حمله کردم که خب نه توی واقعیت نه حتی توی بازی این اتفاق نمیفته. یعنی حتی توی بازی هوش مصنوعی یک سری از نیروها رو آفیش توی مرز نگه میداره، مرز رو خالی نمیکنه ببره جنگ. توی واقعیت هم همینطوره. پس توی این ویدیو قرار ببینیم بازم از ایران شکست میخوریم یا میتونیم جلوش مقاومت کنیم. من اوضاع دوتا کشور رو تا حدود زیادی شبیه سازی کردم و اوضاعشون تقریبا شبیه اوضاع فعلیشونه. ولی خب بچه من نمیخوام بی محابا و بی منطق به ارمنستان حمله کنم، پس باید قبلش یک سری کارها توی مملکت کرده باشیم. این ریسرچ هایی که خود هوش مصنوعی بازی زده انجام بشه که بدم نیست، بذار انجام بشه. این دوتا کاماندر هم خود هوش مصنوعی بازی واسمون چیده که باید پاکشون کنیم اول از هر چیزی. او چهار تا کاماندر دیگه هم اینور واسمون گذاشته، اینا رو هم باید پاک کنیم. بعد از این نوبت این میرسه که نیروهامون رو منیجمنت کنیم که خب 18 واحد نیرو بیشتر نداریم که این عدد خیلی کمه. ما باید این تعداد نیرو رو تقسیم بر دو کنیم و دست دو تا کاماندر متفاوت بدیم. بعد از اینکه این کارو کردیم باید جفت کاماندرا رو بزنیم تا تمرین کنن. البته یه فرمانده کلم واسه شون در نظر میگیرم و کل مملکت رو میزنم این فرمانده کل سلکت داشته باشه. بچه بعد از این نوبت میرسه به تولیدات نظامیمون که اوکی بازی خودش داره یک سری چیزا تولید میکنه، ولی خب اینا اون چیزایی نیستن که من بخوام. میدونید مشکل اصلی ما اینجاست. من مجبورم کل اینا رو پاک کنم و بعد از اون کل فوکسمون رو بذاریم روی تولید اسلحه و ماشین، چون ما اینجا 300 تا ماشین نیاز داریم که کم داریم، اصولا باید تولیدش کنیم. و خب از طرفی هم کارخونه نظامی نداریم، هیچی نداریم توی این بازی. این چه وضعیه؟ بچه من مملکت رو روی حالت فری ترید قرار دادم چون آذربایجان منابع نفت زیادی داره و خب بهتره که این نفت رو ما صادر بکنیم. حیفه که نگه داریمش. از اونور ای کاش میتونستیم از مارکت کشورهای دیگه سلاح بخریم که متاسفانه اینو نداریم. حتی همین ترکیه هم به ما سلاح نمیفروشه. این چه وضعیتیه؟ ولی خب بچه چاره ای هم نیست دیگه، باید با همین وضعیت سر کنیم. و خب من الان باید بیام از بخش دیویژن دیزاینر دیویژنهای کاملا ساده بزنم ساخته بشه. کاملا ساده. حتی این دیویژن ها ماشین هم قرار نیست که داشته باشن، صرفا نیروهای ساده پیاده نظام قراره باشن که چاره ای هم جز این نداریم. یعنی همینو باید ما طراحی کنیم. بعد از این که طراحیشون کردیم باید بزنیم. آخ شولی، توی نخجوان نمیتونیم نیرو آموزش بدیم. وای وای این بده، این خیلی بده. اوکی میزنیم از خود باکو آموزش داده بشه. بچه این خیلی بده که نمیتونیم توی نخشوان نیرو آموزش بدیم. با این حساب در جا قراری که اینجا رو از دست بدیم. این از این، یعنی نخجوان رو ما باخت دادیم، تموم شده رفته. با این حساب بچه تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که فوکسمون رو بذاریم رو تولید سلاح. الان 1000 تا سلاح برای ریفورس کردن نیاز داریم، یعنی با سلاح‌های قدیمی عوضش رو کنیم از دست سربازا و بعد از اون میتونیم سلاح‌های جدید تولید کنیم و نیروهای جدید بسازیم که خب این خیلی چیز خوبیه. ولی بچه بازی با آذربایجان خیلی سختی داره، خیلی. یعنی من اصلا انتظارشو نداشتم. از اون ور نه کارخونه داره نه پولیتیکال پاور، هیچی نداره، هیچی نداره این لعنتی. من ساخت کنوای رو در مملکت متوقف میکنم، به جاش میزنم کریر ساختشه. چرا که نه، این کار باعث میشه کم کم دیگه از راه دریایی و نیان باسنمون بذارن. میتونی این موضوع رو فقط و فقط داره، هیچ سود دیگه ای واسه ما نداره، ولی خب باید انجامش بدیم. از اونور بچه آذربایجان یک سری فوکس خیلی خوب داره که هم برای جنگ با ارمنستانه و هم برای جنگ با ایرانه، که فوکسی هم که ما باید بریم جنگ با ارمنستانه نه جنگ با ایران، چون جنگ با ایران افکتای بد بهمون میده، جنگ با ارمنستان افکتای خوب.
اینجا رو میریم و این باعث میشه که مملکت ما برای جنگ با ارمنستان آماده تر باشه. و او پسر، اینجا رو ترکیه ما رو گارانتی کرد. ایول اید خیلی خبر خوبیه. ترکیه ما رو گارانتی کرد بچه. البته گارانتی وقتی که ما به کشوری اعلان حمله کنیم تأثیری نخواهد داشت، ولی همین گارانتی نشون میده که ترکیه یعنی به دنبال دفاع از ماست. ولی خب بچه، اوضاع اقتصادیمون بگینگی خوبه. میخوام یه سری بونس ها به ملت بدم، ولی خب میترسم اوضاع اقتصادی رو به فنا بده. یکم تحصیل رو برای ملت ارزون تر کردم، علاوه این که درمان رو هم براشون بهتر کردم قیمتش رو، و خیلی هم از لحاظ اقتصادی نرفتیم زیر فشار. خیلی خوبه. استابیلیتی جامعه رسیده به 56% که خوبه، ولی خب وار ساپورت همون 71%. این عالیه. و اوکی بچه، کم و بیش تونستیم نیرو دریاییمون رو هم اوکی کنیم. البته یک سری ناو از قبل خود آذربایجان داشته، یعنی مثلا اینو ما الان ساختیم این یه دونه رو، ولی 16 تا ناو خود آذربایجان داشته که این واسه من خیلی جالبه. همه ناوهای آذربایجان رو میدیم دست این داشمون شاهین سلطانوف. آره، شاهین سلطانوف. و بعدش کاسپیان رو سلکت میکنیم. ناوهامون اومدن بیرون و باورم نمیشه این ناوها رو ما داریم. نیروهامون هم دارن در حد مرگ تمرین میکنن بی وقفه، چون تعداد کمی داریم. همین تعداد کم باید انقدر حرفه‌ای باشن بتونن مقاومت کنن. ما همین الان جلوی ایران اصلا این پیچی نداریم. ایران اینجا تانک داره، نمیدونم چیه این لامصب؟ یه سری چیزا داره پشمای آدم میریزه. باید بتونیم جلوش مقاومت کنیم. از اون ور بچه، کم و بیش آذربایجان هواپیما هم داره که میاریمش روی کار و میزنیم روی آسمان خودمون تمرین کنن. چرا که نه. نیروی دریایی رو هم بذارید بذارم روی حالت تمرینی فعلا، چون هنوز وارد جنگی نشدیم. فعلا تمرین کنن و از موقعیت استفاده کنم و به این نقطه اعلان حمله بکنیم بچه. این هم از این. 300 روز دیگه جنگمون با ارمنستان شروع میشه. 100% هم ایران خودش رو وارد جنگ میکنه، چون ارمنستان رو گارانتی کرده و خب یه جنگ وحشتناک قراره که داشته باشیم بعد از 2 ساعت. و خب بچه، الان از کات قبلی کلی میگذره و من روی مملکت کار کردم، ولی الان وقت اینه که ما نیروهامون رو از حالت تمرین در بیاریم دیگه. تمرین بستشونه. یه بند دارن اسلحه حروم میکنن. از اون برم ما برای ساخت یونیت های جدید اسلحه داریم کم میاریم، پس بهتره که دیگه تمرین نکنن. نیروی دریایی رو هم از حالت تمرینی من در آوردم، چون سوختمون داشت مصرف میشد. بهتره که بتونیم سوخت رو رزرو کنیم برای روزای بعد. از اینا که بگذریم، آخرین فوکس مربوط به ارمنستان رو هم من میزنم انجام بشه. و از اون برم بچه، چیزی تا شروع جنگمون با ارمنستان نمونده و ما باید دیگه واقعا آماده بشیم. من منتظر اینم که این نیروها به دستم برسن، چون واقعا نیازشون داریم و یه سری کمبوتا داریم دیگه سرش. امیدوارم تامین بشه و بتونیم این نیروها رو سریعتر داشته باشیم. کل کاری که در شرایط فعلی متاسفانه میتونیم بکنیم صبر کردن، یعنی کار دیگه برای کردن نداریم. همه کارا رو کردیم و باید صبر کنیم این بی پدرها آموزش پیدا کنن، که یه کمی موضوع زمان میبره، چون توی تأمین یک سری چیزها مشکل داریم. کارخونه مردمی هم برای ساخت و ساز خیلی کم داریم. از اون ور داریم یک سری تریدها هم انجام میدیم که به نظر من وقتش رسیده تریدها رو کنسل کنیم، چون به کارخونه هامون نیاز داریم. و او پسر، حیدر علیوف مرد. نیو علیوف. اوکی بچه، رئیس جمهور کشور مرد و به جای حیدر علیوف یه نیو علیوف اومد روی کار، که یه سری ریسرچ های جدید هم بهمون میده که خیلی خوبه ریسرچ هاش. البته ریسرچ نیست، فوکس هاش خیلی خوبه. فوکس هایی که میده قشنگ مخصوص جنگه. یعنی همونطور که میبینید میتونیم با ترکیه، روسیه یا ایران دیل داشته باشیم، با هم را بیایم کامکاری کنیم و این قضایا. از اونور یک سری گزینه های مخصوص برای جنگیدن میده و در نهایت یا میتونیم خودمون رو بچسبونیم به USA یا میتونیم خودمون رو بچسبونیم به چین، که واقعا یک سری گزینه های خیلی خفن میده یعنی. و خب بچه، 12 واحد جدید هم آموزش داده شد در کشور، که این 12 واحد رو هم من میدم دست یک کاماندر
که کاماندر هم خدا رو شکر خیلی کم داریم، ولی خب میدمشون دست این داداشمون. و الان وقت این میرسه که واقعا استراتژی جنگی بکشیم واسه خودمون. چیزی که من مد نظرمه دو تا کاماندر برن برای ارمنستان، دو تا کاماندر جلوی ایران مقاومت کنه. و اوکی، تایم جنگمون هم با ارمنستان از راه رسید. بهتره که تایم بازی رو پاز کنم و بعدش نوبت این میرسه که خیلی سریع استراتژیامون رو بچینیم. و این هم از این بچه، من استراتژیای جنگیمون رو چیدم. دو تا کاماندر گذاشتم توی مرز ایران که فقط و فقط مرز رو نگه دارن. این دو تا کاماندر قرار نیست که به هیچ عنوان بجنگن، صرفا قراره که از مرز مراقبت کنن. و دو تا کاماندر دیگه گذاشتم برای حمله به ارمنستان. نخجوان رو که در همون ابتدای جنگ قرار از دست بدیم، این از این هیچ شکی توش نیست، ولی خب من امید دارم برای گرفتن این مناطق. استراتژی جنگی که به نیروها میدم اینه که اول از هر چیزی اینجا رو اینطوری بگیرن و خودشون رو برسونن به ترکیه. همین، یعنی نیروهامون اینجا رو بگیرن، بعدش یه استراتژی دیگه میدم تا متصل بشیم به ترکیه. و خب نیرو هوایی رو هم از حالت تمرینی در میارم، میذارم رو حالت اتک. نیروی دریاییمون رو هم میارم روی کار. و تمام، الان وقت این میرسه که به ارمنستان اعلان حمله بکنیم. بریم ببینیم چی میشه. ایران نمیدونم توی جنگ اومد یا نیومد، این برای من سواله. و بله، ایران هم توی جنگ اومد بچه، ایران هم اومد، خیلی راحت، خیلی زیبا. البته ما مرز جنوبمون رو خیلی سفت و سخت چسبیدیم، یعنی قشنگ کلی نیرو گذاشتم که نذارم ایران پیشروی کنه. اوه اوه اوه، ایران چقدر داره نیرو میاره. نیرو دریاییمون هم از این ور عملا بیخاصیته. چرا؟ چون ایران اصلا از نیرو دریاییش قرار نیست که استفاده کنه که این نیرو دریایی ما به کار بیاد. اوکی، ترکیه چی میگه؟ تو دمت گرم داداش، 23 تا منپاد میخواد بهمون بده. بابا ایول، چقدر حمایت کردی از ما، چقدر هوامونو داشتی داداش، دمت گرم. هی هی هی، امیدوارم زودتر بتونیم ارمنستان رو بگیریم، منابعش، کارخونه‌هاش بیفته دست ما. هنوز با ایران وارد جنگ نشدیم، با اینکه با هم توی جنگ هستیم، ولی نه تیری از طرف ما به ایران شلیک شده، نه ایران تیری شلیک کرده، این از این. ولی با ارمنستان با تمام قوا توی جنگیم و خوبم داریم پیش میریم، ایول. بچه از این ورم 9 واحد نیروی جدیدمونم تماما ایکیومنتشون رو دارن و دارن آموزش میبینن. این 9 واحد آماده بشن مستقیما اعزام میشن به مرز ارمنستان و این قراره که خیلی خفن باشه. اوه اوه، بچه ایران هم جنگ رو شروع کرد. اولی، البته خیلی کم، چند تا گلوله رد و بدل شد و تمام. هوش مصنوعی بازی خیلی خوب داره عمل میکنه، قشنگ میدونه که آقا این جنگ با این که ایران گارانتی کرده ولی ربطی به ایران نداره. اینو دوست دارم. او پسر، اینجا رو چه اتفاقی افتاد؟ ایران چرا به ارمنستان حمله کرد؟ پشمام ارمنستان تسلیم شد و اون منطقه مورد اختلافمون رو داد به ما، همین گرباغ و اینا رو داد به ما، ولی ایران از اون ور اون خودش رو کشید که نه، ایران اومد تو. What the hell؟ چی کار داری میکنی ایران؟ باورم نمیشه چه اتفاقی افتاد. الان این منطقه جو پاپت ما اون به ما حمله کرد. من الان بچه کاری که میکنم 9 تا واحد نیروی جدیدی که داشتیم رو برمیدارم میارم روی کار. اینم از استراتژی و در نهایت دستور حمله صادر میشه. سرعتشون رو هم میبریم بالا و تایم بازی رو باز میکنیم. الان بچه ورق تا حدود زیادی برمیگرده. توی دریای خزر که ورق برگشته و نیروی هوایی آذربایجان بهتر از ایران داره عمل میکنه. این برای من عجیبه، این خیلی عجیبه، ولی خب باید صبر کنیم ببینیم چی میشه، چون اینجا رو هم از دست دادیم، لنکران رو، و احتمالا مملکت رو قرار باخت بدیم، این وضعیتی که من دارم میبینم. ولی خب هر اتفاقی که بیفته باز تهش جالب احساس میکنم، ببینیم تهش چی میتونه بشه. کاری که من الان باید بکنم اینه که کل این نیروها رو بکشم بیرون. وای، لوکیشنش افتاده دست ایران، نمیشه. به فنا رفتیم دوستان عزیز، همراهان گرامی، کلن به فنا رفتیم. کاری که من الان باید بکنم همه نیروها رو ست میکنیم، میدیم دست یک کاماندر
و در نهایت ستش میکنیم روی مرز بدون هیچ گونه سر. وای مملکت دو تیکه شد، مملکت دو تیکه شد. حاجی حاجی وای وای، نمیدونم واقعا نمیدونم بچو امیدی هست بتونیم مملکتمون رو پس بگیریم یا نه، چون فرودگاهمون هم از دست دادیم. ایران داره میگه ایران خیلی نیرو آورده، یعنی در مقابل ما ایران خیلی نیرو آورده و داره میخوره. و اوکی بچه، جنگ به پایان رسید و ما نتونستیم جلوی ایران مقاومت کنیم به هیچ وجه. قوی بود، قوی بود، یعنی نمیشد دیگه، واقعا نمیشد. و اتفاقی که افتاد، ایران اومد کلن ما رو زد، نشوند سر جامون، اوکی، ولی مملکتمون رو نگرفت. این واسه من خوبه. ایران آذربایجان رو پاپت خودش کرد و از اون ور نخجوان رو داد به ارمنستان، علاوه بر این که مناطق قره‌باغ و اینا رو هم کلن برداشت داد به ارمنستان. اینم از این. ما تونستیم ارمنستان رو شکست بدیم و اون مناطق خودمون رو پس بگیریم ازش، ولی خب جلوی ایران نتونستیم مقاومت کنیم، هیچ گونه ساپورتی نداشتیم. متاسفانه ترکیه پشتمون رو خالی کرد، هیچ کشوری دستمون رو نگرفت و در نهایت ما یه جنگی رو شروع کردیم که هم استقلال خودمون رو از دست دادیم و علاوه بر اون 400 میلیارد دلار هم هزینه بالا آوردیم، که وحشتناک این عدد، وحشتناک این همه بدهی بالا آوردی. ولی خب بچه، اینم از این دیگه. نمیدونم واقعا نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید، چون اینم یه نوع شبیه سازی بود، میدونید، یعنی هیچ وقت یه بازی شبیه واقعیت قرار نیست باشه، صرفا شبیه سازی همه اینها. ولی خب نظرتون رو راجع به این ویدیو و این پارت توی کامنت ها بنویسید. چنل رو هم اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی، سی یو.